با سلام و ظهر بخیر، معاینه فیزیکی نوزاد در خدمتتون هستم. معاینه فیزیکی نوزاد خیلی اهمیت داره با توجه به اینکه شاید شما اولین نفری باشین که یه آنومالی رو توی نوزاد دارین تشخیص میدین. غیر از این یه سری علائم و معاینات کلینیکی ممکنه واسه یه نوزاد طبیعی باشه، ولی همین علائم و معاینات در یک ادالت یا اطفال غیر طبیعی باشه، بنابراین آموزش این موارد واسه همون ارزش داره. ممکنه بهتون بگم بیا این نوزاد رو معرفی معاینه کن. خب شما اول میگه قلبش رو گوش میدم چون ساکته، نمیدونم یه سری توضیح داری میدی، کلی نمره منفی میگیری. قاعدتا وقتی میخوای نوزاد رو معرفی کنی، اول باید به والدینش خودتو معرفی کنی، دستاتو بشوری، دستاتو گرم کنی با ماساژی که میدی که گرم بشه، تو محیط گرم تو نور کافی نوزادتو لخت کنی، بعد معاینش کنی. یعنی اینکه بری با شروع کنی معاینه کردن این کلی کار اشتباهه. بعد از اون مرحله بعد از آمادگی اندازه گیری است. درجه حرارت نوزاد اندازه بگیریم. بعضی رفرنس ها میگن یه درجه مرکزی بگیر، بعد اون همش درجه محیطی بگیر. منتها درجه مرکزی تو نوزادان گرفتن یا از طریق تیمپانیک با توجه به اینکه تو نوزاد قابل انجام نیست، یعنی شما این ترمومترهای تیمپانیک اورژانس رو نمیتونین واسه نوزاد استفاده کنین، یا روش ازوفاژیال یا ترانسپلادره که حالا کمتر پیدا میشه، یا روش رکتال. خب عوارض خاص خودشو داره، واسه همین اکثر رفرنس ها میگن درجه حرارت نوزاد رو به صورت محیطی چک کن، ولی در شرایط خاص مرکزی، به صورت روتین مرکزی چک نکن. تعداد تنفس نرمال یه نوزاد 40 تا 60 است. اگه بیش از 60 تا نفس بکشه تاکیپنه محسوب میشه، که هرچی نوزادمون پرترم تر باشه تعداد تنفسش به 60 نزدیک داره، هرچی ترم تر باشه به 40 نزدیک داره. ریت طبیعی قلب نوزاد 120 تا 160 است، ولی اگه نوزاد خوابه ریت قلبش تا 80 تا هم ممکنه پایین بیاد. اگه داره جیغ میزنه گریه میکنه تا 180 هم ممکنه بالا بیاد. گفتیم ریت طبیعی قلب 120 تا 160، ولی اگه یه نوزادی خوابه ریت قلب 160 تاکیکاردی محسوب میشه. اینو مد نظرمون باشه. فشار نوزاد بسته به اینکه دختر یا پسر جستیشنال ایجش چقدره و چند روزشه فرق میکنه و یه جدول مخصوص خودش داره، که اگه بیش از 95 درصد پرسنتایلش فشارش باشه بگیم هایپرتنشن داره، اگه بیش از 99 درصد پرسنتایلش باشه بگیم هایپرتنشنش نیاز به درمان داره. ولی لازم نیست به صورت روتین فشار همه نوزادا رو بگیریم. قاعدتا در صورتی لازم فشار نوزاد رو بگیریم که یا جستیشنال ایجش کمتر از 34 هفته باشه، یا اینکه شرایط آنستیبلی داشته باشه، یا شک به بیماری قلبی توش میکنیم. دور سر نوزاد بیشترین قطر سرشه، یعنی مترو بچرخونیم ببینیم بیشترین قطر سرش کجاست، اون میشه دور سر نوزاد، که اگه بیش از 95 درصد پرسنتایلش باشه بگیم ماکروسفالی داره، و اگه بیش از ماکروسفالی سیویر داره، اگه بیش از 90 درصد پرسنتایلش باشه بگیم ماکروسفالی داره. حالا یک کم سخت میشه، مثلا شما تو زایشگاه این دور سر یه نوزاد رو گرفتین 37 سانتی متر، بگیم ماکروسفالی داره یا نداره، جدول پرسنتایل از کجا پیدا کنیم. یه روشای سرانگشتی وجود داره که اگه تو زایشگاه دور سینه نوزاد رو از جایی که نیپلا رد میشه اندازه بگیریم، یعنی متر دور تا دور سینه بذاریم جایی که نیپلا رد میشه، قاعدتا نوزادا کله گنده ان، دور سر باید 1 تا 2 سانتی متر بیشتر از دور سینه باشه. پس اگه دیدیم نوزاده دور سر 37، دور سینه 35، میبینید فونتانلش خیلی خیلی واید نیست، پس دور سرش خوبه، بچه گونده به خاطر این دور سرش بزرگه. یه روش دیگه هم که حالا من تو رفرنس ها ندیدم، ولی یکی از اتندای قدیمی مون میگفت، ولی رو مریضا امتحان کردم درست در میاد، اگه قد رو تقسیم بر 2 کنیم به اضافه 10 کنیم میشه دور سر. قد یه نوزاد 50 سانته،
تقسیم بر 2.5 میشه 25، به اضافه 10.5 میشه 35، دور سر نوزاد 35 اصولا. البته این قانون تا یک سالگی هم قابل ارزش داره. وزن نوزاد قاعدتا اگه بیش از 90% پرسنتایل باشه ماکروزوم حساب میشه، که اگه بعضی رفرنس ها بیش از 95% پرسنتایل رو میگیرن بسته به شرایط وضعیت وزن متوسط نوزادانشون داره، که رفرنس ها میبینی بسته به منطقه های مختلف بیش از 90 تا 95% پرسنتایل رو الژیه محسوب میکنن و کمتر از 5 تا 10% پرسنتایل رو SGA محسوب میکنن. قد نوزادم نوزادا سعی میکنن زانوشون رو خم نگه دارن، پس اگه میخواین قدش رو چک کنیم باید زانوش رو صاف نگه داریم بعد قد نوزاد رو چک کنیم. جستیشنال ایج نوزادم در نوزادایی که پرترمن با جدول بالا جستیشنال ایجش رو باید مشخص کنیم. ظاهر نوزاد قبل اینکه شروع کنیم معاینه نوزاد یه نیم ساعتی رو وایس نوزاد رو نگاه کنیم، توی راندا دقت کنیم، وایس نوزاد رو نگاه کنیم ببینیم چه حرکاتی دارن، چه شکلی هم دارن، حرکاتش قرینه یا نه، حرکت غیر طبیعی داره یا نه. خیلی از اوقات تشنجای نوزاد به صورت تشنج ساتله، یعنی یه حرکت غیر طبیعیه، ممکنه به صورت بایسیکلینگ باشه، بلینکینگ باشه، هی پلک داره میزنه، ولی این تشنجه. باید انقدر حرکات طبیعی تو نوزاد رو دیده باشین که بفهمین که این حرکت غیر طبیعیه یا نه. پوزیشن نوزاد رو ببینین، گاهی اوقات پوزیشنی که نوزاد گرفته نشون میده یه آسیبی داره، حالا تو اسلایدهای بعد هست میبینین، کمک به تشخیص بیماری میکنه. سطح هوشیاری نوزاد، نوزاد 5 تا سطح هوشیاری داره، یکی خواب عمیق، خواب پلکش هم تکون نمیخوره، یکی خواب سبک یا میگیم REM Rapid Eye Movement، چشش بسته است خوابه ولی پلکش داره تکون میخوره. یه در مرحله دیگه خواب آلوده است، بچه خوابه ولی چشاش بازه، ما میگیم چه خواب خرگوشیه. یه مرحله دیگه هوشیاره، بچه بیداره. یه مرحله دیگه بیقراره، داره جیغ میزنه، گریه میکنه. قاعدتا این مراحل پنجگانه نوزاد که گفتیم باید به صورت سیکلیک باشه. اگه همیشه نوزاد تو خواب عمیقه یا همیشه بیقراره، غیر طبیعیه، باید به صورت سیکلیک این مراحل تغییر کنه. بوی نوزاد، نوزادایی که بیماری های متابولیک دارن بوی خاصی دارن. حالا توی کتاب ها می نویسه مثلا ارگانیک اسیدمی بوی گرده نر میده، نمیدونم MSUD بوی شربت افرا میده، من نمیدونم گربه نر چه بویی میده، شربت افرا چه بویی میده، ولی همشون یه بوی بد میدن، که قاعدتا تو انکوباتورای بسته و پوشکش رو یکم عوض کنی ممکنه یه بوی بده، شاید تازه از حموم آورده باشینش متوجه اون بو نشی. تو این عکسایی که نگاه میکنین، عکس سمت چپ رو نگاه کنین، یه نوزادیه که میبینین، یه اینفنتیه که میبینین اندام ها دو طرف قرینه نیست، اندام سمت چپش هایپرتروفیه، غیر از اون یه تغییرات عروقی هم اندام سمت چپ داره. در حقیقت یه نوع شیرخواریه که سندروم کلیپر ترنری داره، همی هایپرتروفی داره. اینا استخوناش هم اگه گرافی بگیره استخون هم بزرگتر از اندام مخام دیگرش هست، که درمانشون اینه که آتل ببندیم، گچ کنیم، ببندیم که این رشد نکنه اون اندام هایپرتروفیه، حتی شاید لازم باشه آمپوته کنیم. اختلالات عروقی هم در پوست اون ناحیه وجود داره که توی عکس داریم میبینیم. عکس سمت راست رو نگاه کنیم، یه نوزادیه که یه شیرخواریه که ویتینگ هند داره، یعنی دست انتظار داره، حالت انتظار داره، که موروی خوبی نداره، یه شیرخواریه که براکیال پالزی داره و ویتینگ هند داره، که با همین پوزیشن که نوزاد گرفته متوجه میشین. این نوزاد رو که نگاه کنید، اینجوری که من میبینم یه نوزاد به نظرم ماکروزومه، یکم پلاتوریکه، قرمز خیلی زردم هست، نوزاد مادر دیابتی نیست. ببینیم با نگاهی که کردیم کلی چیز دستمون اومد که ممکنه یه نوزاد مادر دیابتی باشه.
فیشیال پالزیه، شاید الان که میبینی خیلی راحته، میگین خب سمت چپش حرکت نداره، سمت راست داره واکنش نشون میده، بچه فیشیال پالسی داره، ولی همیشه به این راحتی نیست. قاعدتا نوزادتون باید گریه کنه تا شما متوجه واکنش صورت نشون بده، شما متوجه فیشیال پالسی بشین. اگه همه نوزاد خواب باشه شما متوجه فیشیال پالسی نمیشین. پس باید انقدر نوزاد رو نگاه کنین تا وقتی که گریه هم میکنه متوجه بشین این فیشیال پالسی داره. تو معاینه نوزاد رنگ نوزاد رو ببینیم، نوزاد سیانوز داره یا نه، سیانوزش محیطیه یا مرکزیه، اکیموز داره یا سیانوز. یه سوالی که پیش میاد، گاهی اوقات نوزادایی که پرزنتیشن و فیس دارن چون با صورت دنیا اومدن، یه سیانوزی توی صورت دیده میشه که در حقیقت اکیموزه نه سیانوزه، به خاطر فشارهای زایمانی صورتشون دچار اکیموز میشه. حالا اینو چجوری تشخیص بدیم از سیانوز اشتباه نکنیم؟ قاعدتا اگه پالس اکسیمتری بذاریم مشخص میشه. بچه‌ای که اکیموز پالس اکسیمتری میذاریم ساتوریشنش خوبه، ولی یه روشی که سرانگشتی بتونیم خودمون انجام بدیم، اکیموز اکستراوازیشن خون و آرویسی از عروقه. پس اگر من فشار بدم روی ناحیه درگیر، چون فشار دستم روی ناحیه درگیر باعث میشه که خون رسانی به اون ناحیه مختل بشه با بلانچینگی که انجام میدم، بنابراین اکستراوازیشن خون رو نمیتونم جلوشو بگیرم، پس اکیموز با فشار دستم همینجور سیاه باقی میمونه. ولی سیانوز هموگلوبین دساتوره بیش از 5 گرم در دسیلیتر اگر باشه سیانوز ایجاد میشه. پس اگر من عضوی که دچار سیانوزه فشار بدم، بلانچینگ انجام بدم، پرفیوژن دچار اختلال بشه، پس خونی به اون ناحیه رسونده نمیشه که من ببینم که هموگلوبین بالای 5 گرم در دسیلیتر داشته باشه و سیاه ببینمش. پس سیانوز وقتی فشار میدم سفید میشه، ولی اکیموز وقتی فشار میدم همینجور سیاه باقی میمونه. بچه هایی که پوست خاکستری دارن دقت کنین، یا بیلیروبین دایرکتشون بالاست یا CAH هستن، اگرچه CAH بیشتر محل های خاکستری اطراف ژنیتال و اطراف نیپل نه جنرالایزه. غیر از اون بچه هایی که سپسیس هم هستن پوست خاکستری و درتی دارن، حواسمون به این مسائل باشه. نوزاد پلتوریک پیل یا نه، به خصوص نوزادایی که اکتریکن دقت کنیم پیل باشن، به همولیز شک کنیم. سطح اکترم از بالا به پایینه که هرچی پای نوزاد زرد باشه احتمال اینکه عدد بیلیروبین بالاتر باشه بیشتره، ولی دقت کنیم که با معاینه ما به دقت نمیتونیم عدد بیلیروبین رو بگیم و حتما باید حداقل یه بار چک بیلیروبین رو داشته باشیم. بچه هایی که سپسیس شدید هستن پوست خمیری و سفتی پیدا میکنن که اسکلرودرما بهشون میگیم، که مثل پوستای اسکلرودرمال میشه، پوست سفته که نشونه سپسیسه. من اینا رو توی عکس نشون بدم. توی این عکسایی که میبینیم دوتا تصویر میبینیم، دوتا تصویر یه ضایعات میلیمتریه که در سمت چپ یه ضایعه میلیمتریه که انگار آب توش جمع شده، سمت راست یه ضایعه میلیمتریه که توش کراتین جمع شده، یعنی کرم رنگه. سمت چپ میلیاریاست، سمت راست میلیاست، دوتا زایه خوشقیمه، هیچ کار خاصی لازم نداره. میلیاریا قاعدتا جاییه که بچه ها عرق زیاد میکنن، واسه همین وقتی یه نوزادی با میلیاریا میاد من بهشون میگم پنبه با آب خیس کنیم، تمیز کنیم، با پنبه خوش کنیم، خیلی هم لباس تنش تر نکنیم که به خاطر عرق سوز شدنه. ولی میلیا زایه کراتینه و کار خاصی نمیخواد. ولی اینو دقت کنیم که قدیمی ها خیلی به مادرها میگن از بس گرمی خوردی بچه دون زده، بعد مثلا نمیذارم مادر خورما بخوره، حلوا بخوره، گردو بخوره، بهشون ریاشورنس بدیم که این زایه نرمال و کار خاصی لازم نداره.
زایات نبوس هایی که میبینین جاینت نبوس، نبوس همانجیوم، زایات شبکی روی پوسته که میتونه تو سپسیس باشه، توی هایپوتیروئیدی باشه و توی هایپوترمی هم میتونه این زایات ایجاد بشه. زایات عروقی دیگه ای که میبینیم این زایه سالمون پچه. سالمون پچ زایات صورتی رنگیه که روی پیشونی و پلک بیشتر دیده میشه، گایقا تو نپ گردن دیده میشه، فشار بدین سفید رنگ میشه، صورتی رنگه، هیچ درمان خاصی نمیخواد، فقط ریاشورنس بدیم که موقت و برطرف میشه. اونی که تو نپ گردنه دیرتر برطرف میشه، ولی کلا نیاز به هیچ اقدامی نداره. زای سمت راست پایین رو که میبینیم پورتواینه. زای پورتواین همون ماه گرفتگیه که خودمون میگیم، از بعد به تولد وجود داره، قرمز رنگه، با فشار سفید نمیشه، برطرف نمیشه با بلانچینگی که انجام میدیم، تا آخر عمر وجود داره، بهبود پیدا نمیکنه. اگه تو مسیر عصب تریجمینه باشه احتمال استورج وبر توی زیاده، واسه همین باید مشاوره اعصاب بشه. اگه نزدیک چشم باشه احتمال گلوکوم زیاده، باید مشاوره چشم بشه. زای بالا سمت راست رو که میبینیم همانجیوم. همانجیوم از بعد به تولد اصولا وجود نداره، بعد هفته اول ایجاد میشه، کم کم بزرگ میشه، حد اکثر اندازه رو در 9 تا 12 ماهگی پیدا میکنه، بعد از اون شروع به کوچیک شدن میکنه، تو سن مدرسه حداقل اندازه میرسه. نیاز به درمان خاصی نداره، یه زایه برجسته هم هست، نیاز به درمان خاصی نداره مگر اینکه جاش مناسب نباشه. مثلا یه همانجیومی توی گلوت باشه، خب حتما باید درمان باشه، چون باعث خفگی ممکنه بشه، حتی اگر زایه کوچیک باشه، چون من احتمال میدم این زایه کم کم بزرگ بشه. بنابراین اگر یه زایه کوچیکم در گلوت وجود داشته باشه حتما درمانش میکنم، چون مطمئنم که تا 9 تا 12 ماهگی شروع به افزایش میکنه و اون موقع که بزرگ شه دیگه باعث انسداد مجاری تنفسی بشه. یا اینکه همانجیومی که روی پلک باشه، اگه کوچیک هم باشه ما درمان شروع میکنیم، چون به تدریج که بزرگ بشه زایه بزرگتر میشه و باعث اختلال در دید نوزاد و آمبلیوپیا در نوزاد میشه. بنابراین درمان شروع میکنیم، درمانش هم با استفاده از پروپرانولول و کورتونه و درمان خوراکی هستش. ادیتم توکسیکومه، نمیدونم تو عکس چجور مشخص باشه، یه کهیرای میلیمتریه. حالا من تو رواندا سعی میکنم به بچه ها نشون بدم از روی مریض، یه کهیرای میلیمتریه که دورش اریتم داره، انگار پشه میشه زده، که اینم یه زاویه خوشبینه و هیچ کار خاصی لازم نداره. فقط اینم جز مواردیه که خانواده ها فکر میکنن که به خاطر گرمی خوردن مادره. خیلی اوقات من دیدم به مادر میگم از بس خورما خوردی ببین بچت جوش زده، نمیذارن یه سری غذا رو مادر بخوره، بنابراین ریاشورنس بهشون بدیم. یه نوزاد کلودیم بیبیه، یه نوزادیه، یه فرم اکتیوزه، پوست زبر و خشنی داره، پوستش انقدر خشنه کشیده داره میشه، اکتروپیون ایجاد کرده، فیش ماوس ایجاد کرده، پوستای خشن و زبری دارن، برعکس کلوفتی پوست و خشنی پوستشون، ولی فانکشن خوبی ندارن، بنابراین این سنسیبل واتلاس بسیار بالایی دارن. به اضافه اینکه ریت عفونت توشون زیاده، بنابراین این نوزادان از این نظر باید تحت نظر باشیم. مونگولیان اسپات، مونگولیان اسپات جای چایش تو باسنه و هیچ کار خاصی نمیخواد و بعد یک سال برطرف میشه، ولی گاهی خود جای غیر شایع ظاهر میشه. الان عکس سمت راست توی ساید دست یه نوزاد دیده میشه، اونایی که جای غیر شایع هستن دیرتر از یک سال برطرف میشن، ولی کار خاصی لازم ندارن.
توی معاینه سر اندازه سر رو ببینید، فرم سر و فونتانل ها و سوتور ها و تودایی که دارن. یک کار مهمی که تو معاینه سر داریم، گوشی رو روی سر بذاریم. قاعدتا ما صدای سوف رو در هیچ جایی غیر از قلب نباید بشنویم. اگه نوزاد سوف داره فقط تو قلبش باید شنیده بشه. اگر صدای سوف رو در جایی غیر از قلب بشنویم، بروی محسوب میشه که نشونه آنوریسمای عروقی مغز و ایوی مالفورمیشن هاست. اینو مد نظرتون باشه. بچه‌ای که ایوی مالفورمیشن دارن بیشتر با فیلر قلبی میان. ما داشتیم مریضی بود که با فیلر قلبی بستری بود، حالا هیچ که گوشی رو سرش نذاشته بود، فیلر قلبی داشت. علت فیلر رو حالا هر کی یه چیزی میگفت تو اکوهایی که انجام میدادن، بعد حالا یه سونا انجام دادیم، ایوی مالفورمیشن داره توی مغزش، گوشی گذاشتیم دیدیم برویی داره. کاش از اول ما تو معاینمون یه گوشی رو سرش گذاشته بودیم، زودتر متوجه میشدیم. توی این گرافی که نگاه میکنی از سمت چپ، قاعدتا سوتورهای سر فونتانل قدامی و خلفی رو لمس کنیم. سوتورهای سر نوزاد رو باید کامل لمس کنیم، ببینیم که سوتورها مثل همه یا اینکه کرانیوسینوسوس وجود داره یا نه. قاعدتا سوتور بالا و بالاترین سوتور سوتورهای متوپیک هستش که جلوی سر تو ناحیه فرونتال هستش، جلوی سر ناحیه فرونتال هستش. سوتور افقی بعد اون کرانیال هستش، سوتور پشت ساجیتال و اکسیپیتال هست سوتور بعدی. قاعدتا همه رو باید لمس کنیم. اگر هر سوتوری بسته بشه باعث میشه که فرم سر تغییر کنه. اگر سوتور متوپیک زود بسته شه، چون سر تو اون ناحیه نمیتونه رشد کنه، سر عکس دومو که میبینیم سر به صورت تریگنوسفال در میاد، سر به صورت مثلثی در میاد که میگن تریگنوسفال، که باید جراحی بشه چون داره آسیب میرسه، میرسونه به قسمت فرونتال که مرکز شخصیت آدمه. عکس بعدی رو که نگاه کنیم، سوتور کرانیال زود بسته شده. وقتی که سوتور کرانیال زود بسته میشه، دیگه از اینجا هر سوتوری که زود بسته بشه سر در امتدادش رشد میکنه. وقتی سوتور کرانیال زود بسته بشه سر مثل مستطیل میشه، سرش خابیده میشه از پشت، حالت مستطیلی میشه که بهش میگن براکیت سپال، که اگر یک طرفه باشه میگیم پلاژیا سپال، حالا یا فرونتال یا اکسیپیتال. عکسای بعدی رو که میبینین اگه دو طرفه باشه عکس سوم میشه براکیا سپال، سرش میبینین پخه، حالت مستطیلیه. البته گاهی اوقات سوتورا زود بسته نشده، از بس بچه رو تاقباز خوابوندن سرش حالت خوابیده و مستطیلی شده. پس اگر یه اینفنتی رو دیدین سرش حالت مستطیلیه، سوتوره، چون در امتدادش سوتور کرانیاله، بنابراین من سوتور کرانیال و اکسیپیتال رو با سوتور ساجیتال تو معاینه مقایسه می کنم. اگر این همه زود بسته نشده، میگم از بس به پشت قابوندی بچه تو، سر بچه فرمش به هم خورده، به لترال هم بخواب که بخوابون بچه رو که وضعیتش بهتر بشه. ولی اگر دیدم سوتورا زود بسته شده، گرافی یا سی تی اسکن میگیرم، تایید میکنم، بعد میفرستمش جراحی اعصاب. عکس آخرام که میبینیم یه اسکافوسفال یا دولیکوسفاله که سوتور ساجیتال زود بسته شده. سوتور ساجیتال گفتیم زود بسته بشه در امتداد سرش رشد میکنه، یعنی سرش حالت دراز میشه. گاهی اوقات هم گفتیم ممکنه بچه را از وسط به لترال خوابوندن حالت اسکافوسفال پیدا کنه، که در اینجور مواقع میبینیم سوتورها این همه هیچ فرقی نداره با هم. سوتور ساجیتال به نظرم زود بسته نشده، پس میگم تاقبازم بخوابونش که وضعیت سرش بهتر شد. و
وقتی ترومای زایمانی ایجاد میشه، یه تودایی تو سر نوزاد ممکنه ایجاد بشه که یکیش کاپوت ساکس دنوم سفال هماتون ساب گالال هموریج. اولی کاپوت ساکس دنومه که نگاه میکنید پوست سر و گالعات دچار خونریزی و تورم شده، مثل اینکه من ضربه به پام بخوره گوشت و عضله پام دچار تورم میشه. تا ضربه میخوره گوشت پا سفت میشه، پس کاپوت ساکس دنوم سفته، تغییر رنگ داره، کبود میشه، به اضافه اینکه حدود مشخصی نداره، بلافاصله هم سیاه میشه. پس 24 ساعت اول کاپوت ساکس دنوم خودش رو نشون میده، تغییر رنگ ایجاد میکنه و سفته. زیر سفال هماتوم، سفال هماتوم خونریزی زیر پریوسته. نگاه کنیم پریوست استخون رو گرفته، بنابراین محدود به یه استخون میشه، یه خونریزی میکنه، پریوسته نمیذاره این خونریزی خودش رو نشون بده، فشار میاره نمیذاره خودش رو نشون بده. پس 24 ساعت اول خودش رو نشون نمیده تا اینکه انقدر بزرگ بشه فشار بیاره به پریوس و پریوس زورش نرسه خونریزی خودش رو نشون بده. پس سفال هماتوم 24 ساعت اول خودش رو نشون نمیده، محدود به یه استخونه، چون خیلی عمقی تغییر رنگ نداره مگر اینکه همراه باش کاپوت ساکس دنوم هم داشته باشه. بعد نگاه میکنه انگار یه کیسه پر خونه، پس مثل آبسه نرمه. پس سفال هماتوم نرمه، محدود به یه استخونه، ظاهر پوست خوبه، 24 ساعت اول خودش رو نشون نمیده، ولی کاپوت ساکس دنوم سفته. سابگالال هموریج این سفال هماتومه ولی دیگه پریوس جلوشو نگرفته، بنابراین تمام زیر گالال تماما خونریزی میکنه. اولش ممکنه چون جای خونریزی وسیعه تو معاینه خیلی متوجه نشین، ولی وقتی زیاد میشه میبینین نرمه، تمام سر نرمه، محدود به استخون نیست چون که پریوس جلوشو نگرفته. مثل سفال هماتوم نرمه، محدود به یه استخون نیست و سر مثل هندونه گنده میکنه و گوشا به سمت جلو جا به جا میشه، خونریزی وسیعی ایجاد میکنه. چون خونریزی وسیعی ایجاد میکنه مریض میره تو شوک. یادتون باشه 25% مورتالیته داره. پس من سابگالان هموریج رو دیدم سریع موزادو بستری میکنم، ولی سفال هماتوم و کاپوت ساکس دنوم نیاز به بستری نداره. سابگالال هموریج باید بستری شه، رزرو خون و پکسل داشته باشه، سی بی سی های مکرر بگیریم چون احتمال فرکشر استخونی باش هست، یه گرافی اسکان بگیریم و تحت نظر بگیریم مریضمون رو در این آی سی. ولی سفال هماتوم فقط یه گرافی بگیریم از سرش چون احتمال خونریزی، احتمال فرکچر استخونی وجود داره، یه گرافی بگیریم و از نظر اینکه ممکنه ایکتر پیدا کنه چون مخزن خونه، علائم هشدار رو بدیم و مریضو مرخصش کنیم، مریضو بفرستیم بره و نیاز به بستری نداره. انسفالوسله خب اینجا خیلی مشخصه، یه توده یه قسمت از مغز از سر نوزاد زده بیرون، ولی گاهی اوقات به این مشخصی نیست. وقتی هر وقت یه توده رو ببینیم از فونتانل ها یا از سوتورا بیرون زده، شک کنیم که زایه مغزی باشه، مننج باشه یا خود مغز باشه، که در این صورت باید در صورتی که شک داریم با سونو تایید کنیم که این زایه ارتباطی به مننژ یا مغز داره یا نداره. کوتیسا پلازیاست که یه تیکه از پوست نوزاد نیستش، انگار یه زخم و اسکار پوستی ایجاد شده. خب ممکنه با مصرف داروها تو مادرها باشه، ممکنه با تریزومی بخصوص 13 باشه، ممکنه آنان باشه، منتها حواستون باشه که مثلا همین نوزاد که دنیا اومد، من نگم که زنانی فورسپس مصرف کرده بچه حالا سرش به این شکل در اومده، اینا کوتیس آپلازیاست. حالا ممکنه یا به صورت یه اسکار قدیمی دیده بشه یا به صورت یه اسکار جدید دیده بشه. تو معاینه چشم نوزاد
بین دو تا چشم فاصله یه چشم باید باشه. اگر بیشتر از یه چشم فاصله داشته باشه میگیم هایپرتلوریزم، اگه کمتر از یه چشم باشه میشه هایپوتلوریزم. درستش اینه بگم اگر بیش از 22 میلیمتر چشم فاصله داره هایپرتلوریزم، کمتر از 18 میلیمتر هایپوتلوریزم. حالا این چه اهمیتی داره؟ بچه‌هایی که هایپرتلوریزم دارن احتمال کلفت فیس دوشون هست. ما تو معاینه شکاف کام و شکاف لب، ما تو معاینه نوزاد میگیم حتما دست بکش کامشو که ببین شکاف کام نداشته باشه. اگر هایپرتلوریزم داره دیگه با دقت‌تر معاینه کن، چون احتمال کلفت فیس تو اینا زیاده. بچه هایی که هایپوتلوریزم دارن احتمال زایات مغزی دارن، پس اگه نوزاد هایپوتلوریزم داشت یه سونوی مغز براش بذار. من فکر کنم بعدی ها رو توی عکسانشون بدم. اینو که نگاه میکنیم یه سینوفریاس ابرو پیوسته داره. خب تو ایران نژاد ابرو پیوسته زیاده، ولی دقت کنید این یه نوزادیه، میکروسفالی داره، هرسوتیسم داره، آنومالی انگشت داره، منتال ریتارد میشه که سندروم کورنلیا دولنجه. یعنی در حقیقت من نمیخوام اسم سندروم رو حفظ کنیم، من نظرم اینه هر آنومالی که میبینین شروع کنین دنبال آنومالی های همراه بگردین، لیست کنین که ببینین به کدوم یک از سندروم ها میخوره. میتونین سندروم رو، آنومالی ها رو سرچ کنین و سندروم رو پیدا کنین. بهترین سایتی که میتونین آنومالی ها رو سرچ کنیم و سندروم رو پیدا کنیم سایت اومیمه، که ما جستجو تو سایت اومیم و آنومالی ها رو نوشتن میتونیم سندروم رو پیدا کنیم. البته تو گوگل هم باز میشه سرچ کردن، بهترین سایت اومیمه. یه نوزادی که آنوفتالمیاست که باید دنبال آنومالی های همراه بگردیم. عکس بالا سمت چپ رو نگاه کنید، یه قسمتی از مردمک، قسمت تحتانی، یه قسمتی از عنبیه رو نداره. یعنی نگاه کنید مردمک گرد نیستش، دراز مردمک. یه نوزادی که کلوبوم آیریس داره، خب یه قسمتی از مردمکش رو نداره، ما میگیم کلوبوم داره. خب اگه یه نوزادی کلوبوم داشته باشه یعنی آیریس نداشته باشه چه اهمیتی داره؟ قاعدتا آیریس وظیفش تمرکز نوره، خب نور رو تمرکز نمی کنه، چیزی نمیشه که. ولی اگر این کلوبوم فقط تو آیریس باشه، تا ته تو چشم نباشه، یعنی رتینش هم کلوبوم نداشته باشه، اگه کلوبوم در آیریس در رتین تا ته تا رتین باشه، خب اختلال بینایی هم میده. پس من یه مریضی که با کلوبوم پیشم میاد میفرستم معاینه چشم ببینم کلوبومش فقط تو آیریسه یا تا ته هستش. این از این. غیر از این بعضی آنومالی ها با بعضی سندروم ها همراهی دارن. کلوبوم ممکنه با چارج همراهی داشته باشه، سندروم چارج همراهی داشته باشه، پس من بررسیش میکنم ببینم چارج داره یا نه. چارج سیش میشه کلوبوم، اچش میشه بیماری های قلبی هارت، آرش میشه ریتاردیشن گروس، وزن و وزگیریش رو میبینم، جیش میشه اختلال جنیتال، جنیتالش رو معاینه میکنم، ایش میشه اختلال شنوایی. پس من مریضی که با چارج با کلوبوم میاد از نظر چارج بررسیش میکنم. اگر سه تا از این آنومالی ها رو داشت میگم چارج داره. قاعدتا وکتر چارج حداقل باید سه تا آنومالی داشته باشه که بگیم اون سندرومو داره، اگه دو تا داشت حساب نمیشه. عکس پایینشه که نگاه میکنیم یه خونریزی ملتهمه است. خونریزی ملتهمه توی زایمان های طبیعی به خصوص دیده میشه و هیچ اقدام خاصی لازم نداره. عکس بالا سمت راست رو که میبینیم هایپرتلوریزم داره. غیر از این انگار پلک سوم هم داره، یعنی انگار که پلک دوم هم داره، یعنی که سوم، یعنی که داخل چشمش یه پلک انگار داره که بهش میگن تلپانتوس، که
جزء آنومالی های مینور به حساب میاد. غیر از این پل بینش هم پهن نگاه کنیم، یعنی این آنومالی های مینور به حساب میاد. دقت کنین این آنومالی های مینور ممکنه تو نژادهای خاصی که دیده بشه، مثلا شاید شما سمت چین و ژاپن برین این آنومالی ها رو زیاد ببینیم. این آنومالی های مینوره و به تنهایی آنومالی های مینور اهمیت نداره. حتی منگولیان اسپات هم جزء آنومالی مینور به حساب میاد، ولی تو نژاد آسیایی ها خب زیاد دیده میشه. قاعدتا اگر آنومالی ماژور داشته باشه مشکل بخون همکارا کی باشن؟ همکارا فکر کنم یکی میکروفونش روشنه. اگر آنومالی ماژور دو تا وجود داشته باشه حتما باید نوزادمون رو کاریوتایپ کنیم. اگر یه آنومالی ماژور و چند تا آنومالی مینور وجود داشته باشه حتما باید کاریوتایپ واسه نوزادمون بفرستیم. یه آنومالی ماژور نیاز به کاریوتایپ نداره، چند تا آنومالی مینور هم نیاز به کاریوتایپ نداره. آنومالی ماژور هم آنومالیه که نیاز به جراحی و مداخله داشته باشه. مینور آنومالی هایی هستن مثل سیمیان کرایزیس که اقدام خاصی نیاز نداره. تو معاینه بینی معاینه کنیم ببینیم آترزی کوان داره یا نه. نوزادی که آترزی کوان داره قاعدتا پرستار اینو میگه نوزادم سیانوزه، ولی وقتی گریه میکنه سیانوزش برطرف میشه. آدم شک میکنه که این مریض آترزی کوان داره که وقتی دهنشو باز میکنه سیانوزش برطرف میشه. برای تشخیصش یه نلاتون سایز 6 رو میگیریم، از بینی رد میکنیم. اگر 4 سانت رد شد یه فیدینگ تیوبش سایز 6، اگر 4 سانت از بینی رد شد نشون میده آترزی نداره. پل بینی پهنه یا نه، در رفتگی سپتوم بینی داره یا نه. گاهی وقت تو فشارهای زایمانی باعث میشه سپتوم بینی در بره، حتما باید سریعا به ENT مراجعه کنه و جا بندازه اونو و الا باعث انحراف بینی و مشکلات ناشی از اون میشه. که تو معاینه ای که میکنیم میبینیم نوزادمون دیسترس تنفسی داره. تو دیسترس تنفسی دمش طولانی تر از بازدمه، یعنی آپر گلوت چاره اختلاله. اگه نوزاد زیاد عطسه میکنه، البته قاعدتا نوزاد چون بینیشو خیلی تمیز نمیکنه عطسه زیاد میکنه، ولی یادمون باشه اگه عطسه زیاد میکنه، فین فین زیاد میکنه، بیقراره، شاید نوزاد مادر ادیکته با علائم ویدراوال اومده. یادتون باشه که هیچ وقت مادر نمیاد بگه من ادیکتم، حالا بچم عطسه میکنه به خاطر ویدراوال نیست. حواسمون باشه اگه نوزادی خیلی بیقراره، به خصوص عطسه زیاد میکنه، فیل فیل میکنه، شک کنیم که ویدراوال نباشه. نوزادای مادر سیفلیسی ترشحات بینی دارن که اگه یه اسمیر از ترشحات بینیشون بفرستیم اسپیروکت رو میتونیم توی ترشحات بینیشون ببینیم. نوزادایی که دیسترس تنفسی دارن و تلاش تنفسی دارن حرکت پره بینیشون رو با نفساشون میبینیم که بهش میگن نازال فلرین که نشونه دیسترس تنفسیه. یه شکل شماتیک آترزی کوهانه که میبینین قسمت خلف فی بینیش دوچاره آترزی هستش. تو معاینه گوش نوزاد از روی عکس نگاه کنید، ببینید عکس سمت راست رو که نگاه کنید گوش باید با خط عمود زاویه 10 درجه حد اکثر ایجاد کنه. عکس وسط رو نگاه میکنید میبینید زاویه گوش با خط عمود بیش از 10 درجه که میگیم تورشن گوش به سمت خارجه که یه آنومالی مینور به حساب میاد. یه آنومالی مینور دیگه خطی که از دوتا چشم رد میکنیم باید از 1/3 لاله گوش بگذره یا از محل اتصال لاله گوش به گوش بگذره. عکس سمت راست رو که نگاه میکنیم
خط داره از لاله گوش میگذره، ولی عکس وسط رو میبینیم خطی که دو چشم رو به هم بست میکنه از بالای گوش میگذره که لوست ای محسوب میشه و آنومالی مینور محسوب میشه. البته دقت کنه خطی که دوتا چشم رو بس میکنه، بعضی اوقات اسلنت چشم به سمت بالاست، مثلا بچه هایی که داون دارن به سمت بالاست. اگر خطی که یه چشم رو بس کنه رو اندازه بگیریم همشون لوست پیر میشن. پس خطی که دو چشم رو به هم بس کنه. بچه هایی که آنومالی گوش دارن احتمال اینکه آنومالی های کلیوی داشته باشن زیاده. اگر اسکین تک تو گوششون میبینید نیاز به بررسی کلیوی نیست، به خصوص تو اونایی که ببخشید به خصوص تو اونایی که تو دوره حاملگی سونوگرافی کلیه شده و نرمال بوده. ولی اگر آنومالی گوش شدیدتره یا اینکه آنومالی های همراه هم تو مریض میبینه یا تو حاملگی سونوی کلیه انجام نداده، حتما باید سونوی کلیه رو براشون انجام بدیم. بچه هایی که آنومالی های گوش دارن حتما باید شنوایی سنجیشون دیگه از روش OI نباشه، از روش AVR انجام بشه. تو زاییات دهان ببخشید ممکنه کیستایی دیده بشه، ممکنه نوزاد دندون داشته باشه. اگه دندون داشت چی کار کنیم؟ اگه دندونش ریشه داشته باشه مثل دندون شیریه هیچ کار خاصی نمیخواد، خودش میافته. ولی اگه ریشه نداشته باشه هر آن ممکنه این دندون بیافته و مثل جسم خارجی باعث خفگی بشه. پس نوزادی که دندون داره میفرستیم دندون پزشکی، یه نامه میدیم، یه عکس دندون بگیره، واسهش هم مینویسیم اگه ریشه داره بمونه، ولی اگه ریشه نداره دندون رو باید اکسترکتش کنه. زایات اپشتین پیره کیستای توی لسه که اهمیت خاصی نداره مگر اینکه بزرگ باشه، باعث اختلال درد ساکینگ باشه. قایقات فرنولوم زبون کوتاهه و باعث میشه زبون کامل دا بیرون نیاد. اگه نوزاد باشه احتمال اختلالات ساکینگ و اختلالات وزنگیری داره، پس حتما باید جراحی بشه. جراحیش هم خیلی ساده، این فرنولوم رو باز میکنن و بلافاصله هم میتونن برسپت کنن نوزاد رو. تو سنهای بالاتر اگه جراحی نشه باعث اختلالات کلامی هم میشه. زبون بزرگ تو اختلالات تیرویدی، سندروم دام و استوریج دیزیز دیده میشه. قایقات فک کوچیکه، پیر رابین داره و فکر میکنیم زبونش بزرگه. من تا سر گردن گفتم، باقیشو بذاریم واسه جلسه بعد، در خدمتتون هستم. سوالی اگه داریم من در خدمتتونم. سوالی نداریم؟ بسته نباشه، خدا بشه.